تصور کنید مثل همه شبای دیگه برای چند دقیقه پیاده روی سگتون رو به خیابون بردید، اما این بار چیزی کنار سطل زباله توجهش رو به خودش جلب میکنه، چیزی شبیه به اعضای باقی مونده از بدن یک انسان. این اتفاق برای اولگا پتروونا در سال 1996 میفته. او به همراه سگش به صورت کاملا اتفاقی منجر به کشف یکی از وحشیانه ترین قتل‌های تاریخ روسیه میشه، قتلی که توسط قاتل سریالی تاجیکال اصل یعنی ایل شاتکوزیکوف که به نام ایگور هم معروفه انجام میشه. Как звали? Да. Того, кто стал супом. Эдиком, по-моему, да? Эдик, да. Василевский Эдик. Вы Эдика съели? Нет, варил и хотел легкие попробовать. Легкие? Легкие, да. А до того, как Эдик Василевский стал супом, вы с ним были знакомы? پس از دستگیری بود که معلوم شد ادیک واسیلفسکوی تنها قربانی این قتل سریالی نبوده. در نوامبر سال 1992 اهالی محله اورشونیتسکه واقع در همون خیابون با اندام قطع شده یک انسان روبرو میشن، اندامی که طولی نمیکشه تا محرز بشه متعلق به شخصی به نام ساشا پیجونکین بوده. دو سال بعد یعنی در سال 1994 کله قطع شده یک انسان به لیست اجسادی که در این محله پیدا شده بود اضافه میشه، کله ای که متعلق به فردی 37 ساله به نام میشا بیاشکوف بود. پلیس جنایی روسیه حتی با کشف سومین جسد در همون محله تا چند وقت به هیچ نتیجه ای نرسید. البته تا زمانی که متوجه حضور نام شخصی مشترک در هر سه پرونده میشه، ایگور کوزیکوف. ایگور و سه فردی که به قتل رسیده بودند سابقه بستری شدن در یک مرکز روانپزشکی مشترک رو داشتن، مرکزی که باعث آشنایی ایگور با قربانیانش و جلب اعتماد و دعوت کردنشون به خونه شده بود. اینجا بود که افسران پلیس بدون هیچ گونه اتلاف وقت و تعلل بیشتر به خونه ایگور حمله ور شده و این مرد 37 ساله رو به جرم قتل عمدانه سه مرد دستگیر میکنن.